الان خطری احساس میکنید نسبت پرونده هایی هستن که احساس خطر نسبت اعدامشون میخوای به مردم بگید یا اعلام بکنید؟ پرونده های امنیتی، سیاسی یا اعدامی هایی در فراوان ببینید دارید؟ کسانی موردی دارید بگید؟ ببینید من مثلا حالا پرونده های البته اینا میگم پرونده های امنیتی واقعش خیلی نه امنیتی نیست، پرونده سیاسیه. یکی از ابداعات زشتی که واقعا رواج پیدا کرده اینه که این آقایون برای اینکه نمیخوان بپذیرن ما زندانی سیاسی داریم اومدن عنوان امنیتی اختراع کرده، میگه زندانی امنیتی. مثلا آقای تاجزاده، آقای مهدی معمودیان، آقای سعید مدنی، آقای رزاق، اینا کدومشون زندانی امنیتی هست؟ اگه شما منظورتون از زندانی امنیتی زندانی است که مثلا منتسب به گروه تروریستی و خشن و اینا، نمیدونم بعضی ها وکیلن و آقای نجفی، نمیدونم خانم محمدی، نرگس محمدی، آقای داوودی، خب ایران مثلا چه جرم خشونت باری داشتن، چی داشت؟ خیلی از دست زندان سیاسی هن. اصلا معلم مثلا آقای عبدی مثلا کجا جرم خشونت باری داشته؟ ببینید این یه نکته هست. من میخوام بگم واقعا خیلی از اینا پرونده هاشون واقعا به لحاظ قانونی محل ایرادای اساسیه، نه ایرادای جزئی. منتها ایرادای اساسی رو میگن خب مسیر قضایی داره دیوان. خب آقا شما بذارید کانالیزه نکنید، بذارید به جای چند تا شعبه خاص تو خیلی از شعبات که قطعا اگه بره رأی دیگه میدن بذارید اونجا بره، وقت شما ببینید اینا تو زندان میمونن یا نمیمونن. یا مثلا فرض کنید آقای دکتر قره‌حسن رو، خب من یه چیزی مفصل نوشتم، حالا خوشبختانه روزنامه جوانم مفصل منتشر کرد، حالا خیلی دوستانم تعجب کرده، روزنامه اصولگرای جوان. خب البته این مثبته، این که مثلا روزنامه جوان بیاد و از کنید یه پاسخی من دادم که توی پاسخ گفتم آقا به لحاظ قانونی اصلا محکومیت که برای آقای دکتر قره‌حسن رو خانومش داده شده مطلقا فاقد وجاهت حقوقیه، مطلقا. یعنی به عنوان آدمی که جزئیات پرونده شما شانس بودی چون یه اختلاف نظری بعد اونجا هم توضیح دادم عدلشو، بعد شعار میدن میگن بله اینا تروریستن اومدن تو اون صحنه زدن کشتن. خب زدن چه ربطی به آقای قره‌حسن رو داره؟ خود قاضی که با همه تندیش حکم داده ایشونو متهم نکرده به دخالت در قتل، آقا شما چی میگید تو این جوسازی و تبلیغاتی که میکنید؟ و بعدم بعضی از ادله ای که آوردن ادلهش بی اساسه، از اون ور ادله ای که ارائه شد برای بیگناهی محکمتر بود ولی اصلا توجه نشده بهش، توجه میکنید؟ و حالا یه جزئیاتش هم نمیشه گفت که مثلا فرض کنید واقعا قاضی که حکم میده فرض کنید چه حرفایی میزنه، چه استدلالایی میکنه و تو سن دادگاه تو مثلا بله توی حالتهای دیگر. یعنی میخوام بگم مواردی که واقعا محل مناقشه هست خیلی جدیه، ولی چجوری باید رسیدگی بشه؟ شما ارجاع میدید به یک مسیری که این مسیر از خودش مشکل داره، مشخصه مثلا تکلیفش هم روشنه. آره مثلا شما ببینید بسیار از آقای به دو تا شعبه ما داریم تو دادگاه انقلاب، از شعباتی هم که اصلا تو افکار عمومی روشون موزه هست، جامعه حقوقدان ها به کل اصلا معتقدن که اینا شونات قضای رعایت نمی کنند. توجه میکنید؟ شما ببینید بسیاری از پرونده های مربوط به اعتراضات، پرونده های سیاسی، حالا اینا میگنم همه میره دوتا شعبه خاص، تج نظرش میره دوتا شعبه خاص. چرا این اتفاق باید بیفته؟ چرا اینجوری کانالیزه میکنید؟ بعد هم هر کی حرف میزنه میگید آقا این مسیر قضایش رو طی کرده، طی نکرده. شما در واقع اومدید این کانالیزه کردید، یعنی نگذاشتید این مسیری که باید طی بکنه و فرستادید یه شعبات خاص. مشکل ما شعبات خاص، مشکل قوه قضاییه نیست. یعنی ما واقعا صدها قاضی داریم، قضات شریف، واقعا قضاتی که باید بهشون اقتدا کرد، بسیار انسان شریفیه، کم هم نیستن. این مثالش هم در مورد ایمیل خودتون زدید. بله در مورد ایمیلی که بله بله مثالش زدید. فراون اونا بعضیشونه، من واقعا بعضی قضاوت میشناسم به نظرم از لحاظ شخصیتی و از لحاظ حقوقی
حقیقتا اینا در تراز بین المللی میتونه مطرح باشه، تو همین دیوان عالی کشور، تو جای دیگه. یعنی من مثلا وقت میبینم باشون صحبت میکنم، مقالاتشون رو میخونم، ولی اینا جایگاهی ندارن، تو خیلی این پرونده ها دخالت داده نمیشه، اینا میذارن کنار. چند تا شعبه و چند تا قاضی خاص با آبرو و حیثیت صدها قاضی و کل قوه قضاییه بازم، من سوالم اینه که این چند تا شعبه خاص رو چرا، چه مسئولیتی، چه عاملی به ایران مسئولیت داده؟ چرا جرأت نمی کنید اینا رو تغییر بدید؟ چرا جرأت نمی کنید قاضیش رو عوض کنید؟ چرا جرأت نمی کنید پرونده رو به شعبه دیگه بدید؟ از کجا هدایت شده که چند تا شعبه خاص ما داشته باشیم که فقط پرونده رو بدیم اینجا؟ این از کجا داره؟ اون پاشنه آشیل جمهوری اسلامی هم همینجا. شما نمیدونید از کجا؟ چرا؟ همه میدونن، همه میدونن. بله. بالاخره ببین چیز نیست، با همون قضاوت هم که صحبت کنیم میدونن، هم میدونن که این حضورت بگرنه خیلی از اینا اصلا واقعا اگر یه سری این کاپیتالوسیون قضایی که ایجاد شده نبود، اصلا چه بسا بعضی هاشون خودشو اصلا در مزان اتهام بودن. درجه میکنید؟ میخوام بگم آقا چجور چند نفر میتونن با اعتبار این همه قاضی و قوه قضاییه و کشور بازی کنن و محکم هم سر جاشون باشه؟ بس منه. حالا آقای اژه‌ای اگه جرأت کرد یکی از اینا رو عوض کنه، وقت من به شما میگم که عمل کردش خوب، آره یه اتفاق خوبی افتاده. آقای شاهرودی وقتی اومد گفتند که ایشون اولین تصمیمش اینه که آقای مرتضوی برداره، تصمیم هم گرفت، جانشونش هم تعیین کرد، ولی یه دفعه دیدیم بدا حاصل شد. بش میکنه؟ خب یکی از آقایون قوه قضاییه بود، من گفتم پس چی شد؟ گفتید که ایشون برای اینکه نشون بده تغییر اتفاق افتاده میخواد این کارو بکنه. او حالا گفتن که ایشون مثلا شمشیر اسلامه با دست نزنه. خب موند و چه اتفاقاتی بعد افتاد؟ اون اتفاقاتی افتاد که واقعا لطمه هاش جبران پذیر نیست. توجه میکنه؟ میخوام بگم اینا چیزایی نیست که آدم نادیده بگیره و بعد بشینه سر ارزیابی. اینا رو ما خیلی از آقایون دیدارا گفتیم، مثلا بعضی از همه قضاوت مسئولین قضایی، حتی میگم خودشون هم یه بار یه گفتگوی ترتیب دادن، من همه مطالب گفتم، بالا درست 50% حذف شد، ولی همونی هم که منتشر کردن به هر حال درد و دغدغه‌ای بود که برای ما انتظار داریم به عنوان یه آدمی که به هر حال آقا 20 سال 30 ساله داره کار حقوقی، کار حقوق بشری میکنه، کار انجیوی میکنه، نهادهای مدنی باش بوده، سر کار داره، توقع داره که توجهی بشه دیگه، ولی هیچ اتفاقی نمیفته. تشکر. سخن پایانی استاد؟ سخن پایانی دارید به بینندگان؟ نه سوالی پایان پیدا میکنه نه جوابی. بله. خب ما در خدمت. حتی هیچ چیزی پایان نداره تو این عالم. سخن پایانی من همین جمله است که گفتم، یعنی من معتقدم هیچ چیزی پایان نداره، ما هم به پایان فکر نمی‌کنیم، به حال فکر می‌کنیم، به بهبوده بعضی‌ها البته آرزو می‌کنیم، دعا می‌کنیم که فردای بهتر، آینده بهتر. و واقعیتش هم اینه که امیدوار بودن خیلی سخت شده، خیلی سخت شده، جوری که بعضی وقتها ممکنه به بلاهت بزنه. حتی بعضیا وقتی مثلا ببینن ما همچنان میگیم، به ما میگن تو کامنت ها خیلی خوبه، من شبکه های اجتماعی از این لحاظ دوست دارم، هرچند بعضیا بیرحمانه میتازن، بیرحمانه حرفای میزنن، بیانصافی میکنن، ولی همون رو هم ارزش داره. من تازه میفهمم یه وقتی مرحوم آیت الله منتظری حال برخلاف همه مسئولین دیگه ایشون میگفت که نامه ها رو همه رو بدن بهشون بخونه، از جای مختلف کشور نامه می اومد، مثلا که شبکه اجتماعی نبود، وقت به شکل نامه بود، مسئول نامه هم داماد ایشون بود، یکی دیگه از دامادشون آقا مرتضی. و
آقای منتظر همیشه بهشون تاکید میکرد که نامه ها رو غیر از که خلاصه میدادن کاملش هم بدن. بعد میگفتن آقا بعضی اینا فوشای خیلی بدی داره. ایشون میگفت همین فوشا هم حرف داره و اینا رو بدید. گاهی همین فوشایی که شما خیلی بد میدونید توش حرفای از آدم باید بهش توجه کنه. میخوام بگم واقعا این کامنت ها بعضی ها خیلی گزنده و غیر منصفانه است ولی ارزش داره، یعنی آدم از توش یه حقایقی رو میفهمه. و من میبینم که بعضی ها از این که مثلا همچنان شما میگی مینویسی میگن که یعنی شما هنوز امید به اصلاح دارید، هنوز فکر میکنید ممکنه تغییر اتفاق بیفته، شما بیداره میشید، شما فلان اتفاق رو میبینید چشتون باز نمیشه، یعنی ملامت میکنه. یعنی انقدر فضا سنگین شده که واقعا امید داشتن و امیدوار بودن رو سخت کرده، جوری که گاهی اصلا آدم احساس میکنه مضحکه میشه پیش دیگران و هر دو میگن آقا دیگه تکلیف روشنه، وضعیت روشنه، آقا یا این ور یا اون ور، میدونید اصلا به این سمت میبرن. به همین جهت شما گاهی احساس میکنید جایی ندارید. یعنی تو حکومت که میگن آقا اینا سیانمایی میکنن، غرغر رو اندق میزنن، تو مردم هم میگن آقا اینا مثلا آدمای خوشبین، حالا خیلی البته منصفانه میگن خوشبین، بعضی هم میگن اینا مثلا زینف ان، اینا نمیدونم مالکشن. خب بگم خیلی واقعا جایگاه دشواری است. با این حال ما همچنان سعی میکنیم امیدوار باشیم و خسنه. حالا من وقتی بابای منتظر میگفتم، گفتم کسی قرار باشه خسته بشه شما، یعنی آدمی یه عمر مصیبت قبل انقلاب بعد انقلاب ولی تا آخرین لحظهش خسته نشد. من بهشون که نگاه میکردم میگفتم واقعا دیگه روان نیست ما بخواییم خسته بشیم، خسته بشیم و ناامید بشیم. امیدواریم که یه تغییر خوبی اتفاق بیفته. تشکر استاد، ممنونم از شما. این همه واقعا حوصله به خرج داده. خیلی ما امروز شما را اذیت کردیم. تشکر مجدد و تشکر میکنم از شما که برنامه ما را تا انتها دنبال کردید. نظرات شما را خواهیم دید. متشکرم.